سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای برنامه سرزمین ما، برنامه ویژه گروه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. این برنامه رو در آخرین ساعات سال میلادی 2013 تماشا میکنید. پخش نخست برنامه رو و باز پخشش رو در روز چهارشنبه اگر در حال حاضر میبینید، نخستین روزهای سال میلادی تازه است. به همین مناسبت نگاهی میاندازیم به برنامه‌های پیشین سرزمین ما در سالی که گذشت. ببینیم هموطنان نازنین ایرانیان کرد، ایرانیان بلوچ، عربهای ایران، عربهای ایرانی، ترکمنها و همه اقوامی که رنگین کمان ملت ایران را می سازند چه مطالباتی داشتند، چه مطالباتی دارند و چه مطالباتی خواهند داشت. در این برنامه گلچینی از برنامه های پیشین، گلچینی از سخنان میهمانان برنامه های مختلف سرزمین ما رو با هم مرور میکنیم. تا لحظاتی دیگر. همونطور که گفتم خدمت شما، آقای یاسین اهوازی با ما هستند، از اعضای کمیته مرکزی حزب تضامن دموکراتیک اهواز. خیلی خوش اومدید یاسین عزیز. خیلی ممنون آقای چانگی از دعوت شما. این رو من میخوام بپرسم از شما که الان اگر بخوایم مسائل منطقه رو، خوزستان رو به طور کلی، مجموعه خوزستان رو به عنوان ثروتمندترین استان ایران بخوام بگیم، مردم این منطقه چه مسائلی دارن، شما به ما چه خواهید گفت؟ ببینید قبل از اینکه وارد مسائل اعراب خوزستان بشیم یا عرب تبار، ببینید در محافل اپوزیسیون واقع گرا همیشه این بحث وجود داره که مردم اهواز یا خوزستان سه چیز دارن اما از اون سه چیز محرومن. یک، بزرگتر رودخانه های آب در این استان وجود داره ولی از بیابی رنج میبرن. دو، از بزرگترین تولید کننده های برق هستن، یعنی بزرگترین کارخونه های برق، گازی و آب اونجا هستش ولی خود مردم این اقلیم از آبی برقی قطع میشن. و سوم و مهمتر از همش مسئله نفته که میدونید که بازم و گاز هر دو. بله، نفت و گاز که محروم هستن و چون میدونید شما آقای چالنگی، چون یک بار در برنامه‌تون قبلی اشاره کردید که میدونید در زمان آقای خاتمی یکی از نماینده های عرب استان یک قانونی به مجلس بود که 1.5 تا 1.5% از بودجه و درآمد نفت به این مردم فقیر اختصاص بده یا به مردم اصلی این استان اختصاص داده شده برای همه، که دو بار در مجلس در دوران خاتمی مطرح میشه و هر دو بارش با قاطعیت رد میشه. یعنی پس میبینیم که باز هم این سوم مورد که ثروتی است که میتونه بالاخره جان انسان ها برای انسان کار ایجاد کنه، سقفی ایجاد بکنه، هم محروم هستن. این تمام این سه مورد، حالا برگردیم به خود مسئله امنیتی که برگردیم میبینیم که به راحتی قابل یعنی لمسه که این مردم و بخصوص بومی ها چی میکشن. چون میدونید الان در استان مثلا کسان خیلی هستن که از شهرستان های دیگه آمدن کار میکنن ولی تابستون وقتی هوا گرم میشه میرن به ولایت های ایالت های خودشون در مرکز ایران یا هر جا که از هر جا که اومدن. مثلا کسانی که کار میکنم خیلی داریم، زمانش هم بود که یعنی از استانهای دیگه میان کار میکنن. آره، یعنی بهشون یعنی بالاخره نظام براشون این کارها رو ایجاد میکنه، یا شرکت میزن یا میان استخدام میشن. این مسئله بسیار الان شما یعنی دارید یه جوری این تصویر میکنین انگاری که اونجا یه عده به خصوصی فقط هستن و اینا رو به عنوان بومی ازشون اسم میبرید و بعد بقیه میان هجوم میارن اونجا، حق این بومی ها رو میخورن. این من اینو نمیگم، این سیاست نظام هستش الان که حدود 1,000,000 از اصفهان و یزد اون طرف ها اووردن و در اطراف حمیدیه
و شاور و خفاجه یا هم سوسنگیر که شما میگی ساکن کردن به نام شهرکای ایثارگر یک و دو و سوسن یک و دو از اینجور چیزاست. این چیزی نیست که من خیالات من باشه، این واقعیت امری هستش که بعض زمین ها رو تصاحب یعنی الان آوردن در اهالی شهرهای دیگه یا افراد حکومت رو آوردن در اونجا؟ نه مردم عادیه. برحال آره. شما میگید حکومت آورده دیگه. آره بله مردم عادی که یارو یزدی یا کسی بدون منافعی از یزد بلند نمیشه که بدون جلا بود یه منافعی بله بله بالاخره یعنی این سیاست رژیم هستش که این کار را داره میکنه، زمین ها تصاحب کرده شهرک ساته که و میدونیم که به خاطر ترکیب دموگرافی منطقه است، ترکیب جمعیتی منطقه است. همین امن باعث شد که در سال 2005 یعنی همچین در همین ماهی به اصطلاح مردم عرب در اهواز قیام بکنن که معروف انتفاضه شد. راه حلی که پیشنهاد میشه در حزب عرض کنم خدمتون تضامن دموکراتیک اهواز، مقر اصلیش کجاست؟ دانمارک یا اینجا؟ نه در لندن هست. در لندن. حزب تضامن دموکراتیک اهواز پیشنهادی که داره یاسین عزیز در این حزب و همراهان و همفکرانشون فدرالیسم برای ایران و خودمختاری برای نه فدرالیسم برای کل مردم ایران، برای تمام برای ایران. و اصلا راه حلی هست که ایشون و حزب یاسین عزیز پیشنهاد. الان شما به عنوان یه روزنامه نگار که دنبال میکنی، به عنوان یه نویسنده که خیلی کشورها رو رفتیم، ایران رو تقریبا میشه گفت خیلی جاش دیدید، بخواییم به من و بینندگان بگیم مشکلات عمده‌ای که عموم مردم ایران دارن چی هست؟ خب مشکلات البته خیلی 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 فراوونه، ولی به نظرم همجوری که به بافت یا همین رویه ایران نگاه میکنیم، اولین چیزی که به چشمن میخوره اینه که نصفی از مردم ما یعنی زنان یا بانوان عزیز، همسران، مادران، دختران ما تحت خیلی وحشتناکترین سرکوبهای به اسم اندیویدوالیتی بودن خودشون، خود بودن یا هویت فردی آره هستن، یعنی این نصفی از جمعیت ما هست که ترک چه کرد شیعه سنی. بعد میای میبینیم که خب بهائی‌ها تحت سرکوب ستم، بعد اینوری میبینیم سنی‌ها تحت ستم، بعد همینجوری میاییم و میبینیم که هر کسی به نوعی در اون کشور تحت ستم و سرکوب و فشار هست. بعد اگر بیایم در به صورت استانی یا ولایتی یا زبانی نگاه کنیم، یعنی خارج از اون زبان، خارج از اون تبعیض نژادی یا آپارتایدهای جنسی و اینا، میبینیم که بله مثلا مردم بلوچستان یا مردم آذربایجان یا مردم کردستان اینا نیازهایی دارن که دولت اصلا و بدا نه تنها توجهی نمی کنه بلکه دستاویز قرار میده برای سرکوب بیشتر. چه نیازهایی؟ خب در مورد آذربایجان شاید مهمترین نیازها نیازهای فرهنگیه، برای اینکه به نظر من تبعیض آنچنانی قائل نمیشم فقط به صورت یک نفر آذربایجانی مثلا نتونه بره کرمان مغازه باز کنه یا تهران یا شیراز مشهد یا هر کجای دیگه، ولی الان ما میبینیم بخصوص در دنیای جدید و مدرن در قرن 21 و با این فیسبوک و اینترنت و اینا دنیای جدید دیگه مردم آذربایجان مثل مردم دیگر غیر فارس های ایران میبینن که اینا زبان مادریشونو نمیتونن در مدرسه تدریس کنن یا با زبان مادری مثلا شکایت بکنند یا در خونه میتونن صحبت کنن، این مسئله ای نیست.
ولی فیلم درست کنن، نمیدونم مجله بیارن بیرون، یا جز در زمینای سینه زنی و اینا که یه مقدار آزادی هست، برای یک فعالیت های فرهنگی این هموطنان زیر پا گذاشته میشه و دینای میشه و اصلا و ابدا دسترسی ندارن به خواسته های فرهنگیشون که جزی از خواسته های بسیار مهم انسانیه. البته قطعا به طور قد مردم بینندگان ما خودشون مشکلاتی که درگیرش هستن روزانه بهتر از همه ما میدونن، اما نگاه یک روزنامه نگار نویسنده که جهانگرد هم هست، جویا شدیم نگاه مرتضی نگاهی رو به مسائل ایران. آقای مرتضی نگاهی صاحب چند کتاب هستن، سفرنامه هایی بسیار نوشتن، در به طور پراکنده منتشر شده در روزگار و جاهای دیگه و به زودی هم سفرنامه مصر شما منتشر میشه نیست؟ بله. مرتضی نگاهی گرامی ساکن سان فرانسیسکو هستن، کالیفرنیا. سلامی دوباره به آقای شریعت مداری گرامی و با این پرسش که برنامه هایی که الان حکومت ایران این بهانه یا این حرف یا این ادعا تا چه اندازه درست هست شما به من میخواهید فرمود، داره که در ستیز غرب با اسلام، با حکومت اسلام، با بیداری اسلامی هست که حکومت ایران دچار مشکلاتی شده، تحریم ها و همه این پیامت ها. الان به نظر میاد با صحبت هایی که میشه میخوان این مسائل رو به نظر میاد خیلی ها میگن حل کنه، تا چه اندازه واقعا این مشکلاتی که مردم باش درگیر هستن ناشی از همینه که جمهوری اسلامی ایران میگه، تا چه اندازه از سوء مدیریت، عدم حسن نیت یا دلایل دیگه؟ آقای شریعت مداری گرم. بله، عرض به خدمتتون که خب مشکلات فراوونه و سطح برخورد و حل اونها هم طبعا متفاوته. بعضی از ریشه یابی ها میتواند بسیار تا اعماق بره، بعضی کارها رو در سطح میشه حل کرد و به هر صورت مردم به قدری گرفتارن که مقداری که فضای تنفس از لحاظ معیشت و از لحاظ سیاسی به دست بیارن براشون معنادار هست. یعنی مردم در وضع استیصالن و در وضع استیصال هر تغییری برای مردم در حالت استیصال معنای خاص خودش رو داره، ولی این تغییرات به معنی پاک شدن صورت مسئله و حل قضیه نیست، زیرا مردم با به دست آوردن سطح جدیدی از رفاه و زندگی دوباره به فکر این میافتند که مطالبات خودشون رو تحمیق بدن. و بنابراین اون که آقای روحانی داره انجام میده اگه موفق هم بشه، حد اکثر این هست که اون چرا که در دوره آقای احمدی نژاد به وقوع پیوسته بود برعکس کنه و ایدئالش این خواهد بود که مثلا به دوره قبل از احمدی نژاد باز بگردد، ولی همه ما میدونیم که دوره قبل از احمدی نژاد هم چیزی نبود که مردم ازش راضی باشند و به خصوص که اون اوضاع بود که احمدی نژادها رو به وجود آورد و تداوم اون اوضاع بار دیگه دوباره باعث خواهد شد که احمدی نژادهای جدیدی بر سر کار بیاد. در یک جمله سوالی که شما راجع به اقوام دارید، تنیده است در یک نظام تبعیض که در ایران هم در فرهنگ و سنت نهادین است. رابطه تبعیض را با فرهنگ و سنت میتوان شکافت، این یک سطح بحثه. همچنین برای حفظ تبعیض قدرت لازمه، تبعیض رابطش با قدرت چیزیست که میتوان راجع به اون بحث کرد و نشان داد که چگونه قدرتی حاکم میشه که تبعیض نهادینه رو پاسداری کنه و چگونه تبعیضات رو این پاسداری قدرت دائم عمیق‌تر میکنه. همچنین رابطه قدرت با نظام سیاسی رو میشه بحث کرد و نشان داد که چگونه نظام‌های سیاسی فرم‌های متمرکز پیدا میکنند تا قدرتی را که از تبعیض نگهبانی میشه حفظ بکنند. بنابراین در یک کلام اون که آذربایجانی ها میگویند و میخواهند و از این نظام توقع دارند در چارچوب کلی رفع تبعیضه. این تبعیض میتواند تبعیض هویتی، تبعیض زبانی،
تبعیض استفاده از فرصت ها، تبعیض مرکز و حاشیه، تبعیض جنسیت، تبعیض جهان مدرن و جهان کهن و انواع اقسام این تبعیض هاست که در قبلا در سنت ما نهادینه بود، اکنون فرم قانونی هم پیدا کرده و قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین عادیش نهادینه هستند، درشون نهادینه است این تبعیض و تا اصلاحات عمیقی قابل رفع نیست. حالا بسته به اینکه در چه سطحی و کدام یک از این مباحث رو که در از این نیم ساعت قابل گشودن نیست بخوایم بحث کنیم، من به بحث خودم ادامه خواهم داد، ولی به هر صورت مشکل پیچیده ایست و باید از ابعاد مختلف به اون نگاه کرد و برای اون راه حلی پیدا کرد تا در آینده ایران بتوانیم در یک جامعه شکوفا و بدون تبعیض زندگی کنیم. یعنی یک راه حل عملی که واقعا همه راضی باشن، آینده ایران بله روشن هم. من معرفی کوتاهی داشته باشم درباره مهمان عزیزمون در این برنامه. آقای علاءالدین فتح رازی دعوت ما را پذیرفتن. ایشون مقالات، مطالب متعددی در رسانه‌های خبری اینترنتی، در وبسایت‌های گوناگون نوشتن. وبسایت مستقلی دارن که آدرس اون رو در طول برنامه بر روی صفحه تلویزیون خواهید دید، همراهان.com. در زمینه حقوق اقوام ایرانی، به ویژه حقوق مردمان ایرانی آذربایجان و راه‌حل‌هایی که پیشنهاد کردند در این زمینه، توصیه می‌کنم خوندن مقالات ایشون رو روی وبسایت شخصی آقای فتح رازی. بیوگرافیشون طولانی‌تر از وقت برنامه ما هست، به مرور آشنا خواهید شد، هم من هم شما، با فعالیت‌های فرهنگی ایشون که به ویژه در زمینه فرهنگی است در طول این برنامه و برنامه‌های آینده‌ای که دعوت ما رو خواهند پذیرفت. خوش اومدید آقای فتح. خیلی متشکرم آقای چاندنگی، متشکرم از اینکه من در دعوت کردید و با سلام خدمت بینندگان شما. آقای فتح رازی، بذارید، ما معمولا متاسفانه خبرهای خوب زیاد از ایران نداریم، یعنی تا این سی و چند ساله خیلی خوشحال میشیم که خبرهای خوب داشته باشیم، مثلا برای روح و جان آدم مثلا زیان‌آور است. و چند سال مرتب هر روز خبرهای بد. بزنیم با یک خبر نسبتاً خوب شروع کنیم که نگن همش خبر بد. آقای فانی، سرپرست وزارت آموزش پرورش، گفته که تدریس زبان‌های مادری برای اقوام ایرانی در دست بررسی است. نگاه شما رو میخواییم ببینیم، چقدر امیدوار هستین چون این بشه؟ ببینید، ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دو تا اصل مشخص داریم در این مورد، اصل 15، اصل 19. ولی خب مثل هر قانون اساسی دیگری این مسئله کلیست، اینها میتونن به زبان خودشون تحصیل کنن، بنویسن، حرف بزن، ولی اصل مطلب وقتی پیش میاد که شما میایید اینو سعی میکنید اینیش بکنید، و اون موقع باید ساز و کارهای مشخصی آماده کنید برای اینکه این چجوری تدریس بشه، از کجا شروع بشه، چقدر از وقت آموزش پرورش صرف این بشه، چه بودجه اختصاص داده بشه. در گذشته کارهایی که شده مثل زمان آقای خاتمی، که خب آقای خاتمی هم سعی کرد این کارو بکنه ولی با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد، فقط تونست دو واحد که اگر میخواستن در دانشگاه اینو میگرفتن، دو واحد زبان ترکی آذری، چیزی بود که ایشون تونستن انجام بدن. در مورد انتخابات سال 88 هم مسلماً آقای موسوی و آقای کروبی بیانیه دادن در مورد این مسائل، آقای موسوی در 6 صفحه، آقای کروبی در 24 صفحه، ولی باز اونجا هم زیاد مشخص نبود. بحثی که آقای روحانی تو این بیانیه شماره 3ش انجام داده، در واقع به نظر من در 10 ماده 9 ماده ای که هست بحث مشخصی داره، یعنی میگه که
ما باید این زبان ها تحصیل بشه، در مدرسه تحصیل بشه و سعی میکنه که بگه که ما در این جهت چه کارهایی میتونیم بکنیم و از کجا شروع خواهیم کرد. من صحبت های آقای فانی رو در ارتباط با این مسئله میبینم. آقای روحانی قولهایی در طول انتخابات داد به مردم آذربایجان، دو تا از اینا، یکی مسئله ایجاد حتی فرهنگستان زبان ترکی آذری بود و همچنین نجات دریاچه ارومیه. این دو تا چیز دلیل مهمی شد برای اینکه مردم آذربایجان بپذیرن یا یک جوری در رأی گیری ترجیح بدن آقای روحانی رو به بقیه. 3.5 میلیون در آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، استان اردبیل بهشون رأی دادن. حالا ظاهراً آقای فانی که نتونستن مثلا وزیر بشن ولی فعلا سرپرست هستن، شروع کردن برای این کار و به نظر من این شروع خوبی است. اهمیتش در چی هست؟ اهمیت تدریس زبان مادری در آذربایجان، کردستان، این رو من از این جهت میپرسم که برای برخی از بینندگان ما که آشنا نیستن با این موضوع. ببینید، ما باید بپذیریم در ایران اقوام مختلف یا اتنیک‌های مختلف زندگی میکنن. این اتنیک‌ها، اساس تعریف اتنیک بر اساس زبان و فرهنگ، یعنی شما یا باید برید تعریف‌های نژادگرایانه بکنید از اتنیک، یا نه، فرهنگ همه زبان. برای همین اینهایی که دارای زبان خاص خودشون هستن، از بچگی تا کلاس ششم دبستان، ششم تا سن 6 سالگی 7 سالگی که وارد کلاس اول دبستان میشن، تو خونه معمولا ترکی حرف میزنن، کردی حرف میزنن، یا مثلا عربی حرف میزنن احتمال. ولی وقتی وارد مدرسه میشن مشکل اونجا پیدا میشه، از نظر آموزشی اینا مشکل پیدا میکنن، چون که حرفی که معلم میزنه نمیفهمن. اینا هیچ وقت به سو نگفتن آب و ناگزیر هستن که خودشون به یه جوری ادابته کنن. این ادابتاسیون طول میکشه، بعضی وقتا سریعه، بعضی وقتا در تمام طول تحصیل این فرد رو مجبور میکنه یه جوری عقب بمونه از رشد و رشد فرهنگی خودش. مسئله زبان برای یک قوم همونقدر مهمه که مسئله موجودیت اون قومه. شما البته میتونید با سیاست های یک قوم آسیمیله بکنید، داستان دیگریست. ولی اگر بخواید در مورد یک مملکت، یک همگنی، یک اتحاد ایجاد کنید، این اتحاد وقتی است که شما تمام این فرهنگ های مربوط به این اقوام رو بپذیرید که بر اساس اون زبان هست. آسیمیله کردن خود شما توضیح بدید برای این که مثلا از نظر فرهنگی کلن یک شخصی رو فرهنگش ازش بگیرید، یه فرهنگ غالبی رو که احتمالا در جامعه هست بهش بدید. آقای حسین بوری، مدت گذشته، الان چند روز گذشته، چند هفته از دولت آقای احمدی نژاد روحانی، ببخشید از آقای روحانی، به یه معنی هم از دولت آقای احمدی نژاد دیگه گذشت. بله. خب همچنان نومید هستین نسبت به برنامه ایشون برای مردم منطقه؟ چون خیلی صحبت کردن. هر روز که میگذره در واقع دلایل و شواهدی دیده میشه که آدم ناامیدتر میشه. قبلا خب میگفتند که در مدیریت کشور قومیت ها و ملیت ها و سنی ها شرکت می کنند، در مدیریت دولت که هیچ سهمی بهشون داده نشد، در حالی که 30% جمعیت ایرانند و می بایستی 30% دولت از اونها می بود. بعدا هم گفتند که از معاونان وزیر ادهی خواهند بود، ولی تا به حال من از کسی نشنیدم که برای این کار دعوت شده باشه. بعدن قرار شد که استانداران بومی باشند و خود روحانی هم تأکید کرده بود که بومی باشند، منتها 3 نفر رو گذاشت برای تعیین استانداران که هر ستاشون امنیتی هستند و اونها توصیه کردند که استانداران بومی نباشند، مخصوصا
در سیستان و بلوچستان. بنابراین هر روز که میگذره ناامیدی درباره این که مردم ایران در مدیریت ایران شرکت داشته باشند کمتر میشه و به همون دلیل هم میزان خشم مردم در واقع بیشتر میشه که چرا فریب خوردن و چرا بعد از بارها و بارها باز هم فریب خوردن. ببینید یه سوال من بیرون در روسی مطرح بکنم. بله. یعنی سوال ها هیچ بله. نظر خاصی درش نیست. بله. چون خیلی ها مطرح میکنم. یه کارهایی هست مربوط به دولت، هر دولت در همه بله. جای دنیا، همین انگلیس جای دیگه. بله. یه کارهایی هم خود مردم. بله. چرا در ایران به طور عموم این همه توقع از دولت میره؟ یعنی همه چیز آبادانی بالاخره یه بخشش هم نیروی کار خود مردم هست. اگر جاده بین اینجا تا یه جای این روستا تا روستای دیگه دست رو دست گذاشتن، چون بعد از انقلاب که شد من دیدم تو تلویزیون اومدن، البته بسیار اغراق‌آمیز بود که میگفتن زمان رضا شاه، محمد رضا شاه ما بچه‌هامون فوت کرد، میکرد یه دهی بود نزدیک قزوین و این 5 کیلومتر راه رو این پدر و پسر اونا میگفتن نساختن. کسی نبود بگه که خب اغراقای بسیار زیاد بود. خب توی این همه سال شما به این نتیجه میرسید که آقا دولت جاده بساز نیست، خود تو آستین بالا میزدید این 5 کیلومتر رو میساختید. از بنده رسید، منظور من مثال فقط زدم، میخوام اینو چرا این همه وابسته هستن به دولت؟ به دلیل اینکه دولت تمام قدرت ها رو در ایران به دست خودش گرفته و به دلیل اینکه دولت حاضر نیست قدرت رو بین مردم و استان ها و خودش تقسیم بکنه، برای اینکه پول کلا در اختیار دولته، برای اینکه تصمیم گیری کلا در اختیار دولته، برای اینکه قوه مقننه و اجرایی به طور کلی در اختیار دولته و به همین دلیل در جاهایی که هم مردم سهم دارن در آباد کردن اونجا و البته بیشترین سهم و در بعضی جاها تقریبا همه سهم هست برای آبادی یک منطقه، به دلیل این هست که در اونجا نظام های فدرال وجود داره و اصولا مسئولیت آبادی اون منطقه به عهده خود مردمه، یا مثلا مثل اسکاتلند که ظاهرا نظام فدرال نیست ولی مسئولیت آبادی اسکاتلند و ویلز الان به عهده خود دولت های این منطقه هست، یا آبادی کالیفرنیا به عهده خود دولت کالیفرنیا هست، یا کردستان عراق، یا کردستان عراق، یا ایالات مختلف هند. بنابراین وقتی که ما میگوییم که قدرت باید بین استانها و دولت تقسیم بشه، دقیقاً برای اینه که مردم رو مسئول بکنیم که مردم شما این اختیاراتتون هست، این قوه مقننه‌تون هست، این اجراییتون هست، این هم پولتون هست، از این به بعد شما خودتون مسئول ساختن و توسعه خودتون هستید و حق ندارید که دولت مرکزی رو ملامت بکنید. در اون صورت یک نظام فدرال لازم است. تا زمانی که قدرت مطلق فقیه، ببینید وقتی که قدرت مطلقه یعنی 1% و 2% هم نیست، 1% قدرت در ایران در دست مردم نیست، بنابراین 100% مسئولیت اون چه در ایران میگذره به عهده آقای خامنه است. خصوص حکومتی هم هست که میگه من المهد الالحد، از گهواره زمان به دنیا آمدن تا رفتن به گور دستور العمل داره و همه چیز رو در اختیار خودش داره. دقیقا یک حکومت دینی، حاکمیت شیعه است، البته روحانیتش یه بخشی از روحانیتش. شما با آقای کریم عبدیان عزیز دوستی دارید، آشنایی دارید، مطمئن هستم موافق هستید بریم به واشنگتن؟ بله بله بله، درود به جناب عبدیان. من هم همراه آقای حسین پور عزیز به شما سلام و درود میگم. آقای کریم عبدیان عزیز نیاز به معرفی بیشتری ندارن، در رسانه‌های مختلف شما چهره و سخنان ایشون رو شنیدید، از فعالان حقوق بشر هستن به ویژه در ارتباط با مردمان خوزستان، عرب تباران ایرانی در منطقه، نهادی رو در واقع پیش میبرند، هدایت میکنند،
مدیریت میکنند حقوق بشر اهواز و در مجامع مختلف سخنرانی داشتن و همینطور مطالبی که منتشر کردن. درودی مجدد، سلامی مجدد به شما همراه با آقای رضا حسینی. سلام به شما جناب آقای چالنگی و سلام به بینندگان محترم شما هر کجا که هستن و سلام به دوست گرامیم آقای حسین بور در لندن. آقای عبدیان عزیز، من پیش از هر چیزی مایل هستم مثل بسیاری از بینندگانمون، جوانان خوزستانی که محکوم به مرگ شدن که دو نفر از اونها حالشون بسیار بد هست، آخرین وضعیتشون، اطلاعاتی که شما دارید، مایل هستم با من و آقای حسین بور و بینندگان در میون بگذارید. بله، عرض کنم که از 5 نفری که فعالین فرهنگی که از شهر خلفیه، خلف‌آباد یا رامشیر که متاسفانه به اعدام محکوم شدن و همه اغلب دبیر دبیرستان ها بودن، دو نفرشون آقای هاشم شعبانی و هادی راشدی، این دو نفر رو مدتی است از زندان کارون، زندان مرکزی بردن و تمام اخباری که ما داریم، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان های دیگر عرب اهوازی و سازمان های حقوق بشر ایرانی نتونستن هنوز بفهمن. میدونین شما در منطقه، خوشبختانه منطقه رو خوب میشناسین، زندان چارشیر میگن نیست، زندان های مختلف در جاهای مختلف اهواز، خارج شهر، بیرون شهر نیست و این ترس هست که اینها را دارن میخوان اعدام کنن، آقای هاشم شعبانی و هادی راشدی رو. و این رو من خودم به تمام سازمان های حقوق بشری دنیا، سازمان ملل، پارلمان های مختلف، پارلمان اروپا، کنگره آمریکا و غیره ابلاغ کردیم و در حقیقت خوفمون، ترسمون از این هست که رژیم اینها را اعدام بکنه و همونطور که شما فرمودین، اینها این در یکی دو سال گذشته ده ها فرزند آزادی خواه عرب ایرانی رو اعدام کردن. این کیس، این مورد بسیار بسیار مهمه، برای اینکه رژیم مطلقاً کوچکترین دلیلی نداره که حتی اینها سیاسی هستن. آقای چالنگی، اصلا مطلقاً سیاسی نیستن، اینها سازمانی به نام الحوار یا گفتمان رو که سازمانی است NGO غیر حکومتی قانونی، در زمان خاتمی اینها مجوزشو گرفتن و اینکه کاری میکردن که هر NGO بکنه، مثلا کلاس گذاشته بودن برای اینکه بچه های عرب بتونن در کنکور دانشگاه شرکت بکنن و موفق بشن، کلاس گذاشته بودن اکابر کلاس یعنی تمام فعالیت فرهنگی بود. و خوف از این هست که این، گفتم این مورد مشخص این هست که رژیم مطلقاً طاقت و این را نداره که حتی فعالین فرهنگی عرب در جامعه ظاهر بشن. فتی عزیز، خیلی خوش اومدید. من هم سلام میکنم به شما و بینندگان با ارزش برنامه خوب شما. ممنون از اینکه به بینندگان ما ابراز محبت کردید. آقای فتی، بذارید از اینجا شروع کنیم. نهادهایی و انگیزه هایی که پشت باعث شد استوانه کوروش در اینجا در کالیفرنیا به تماشا گذاشته بشه چی بود؟ والا حدود 1 سال پیش چند تا مؤسسه بنیادهای ایرانی آمریکایی که اول بزرگترین بنیاد خانم بیتا دریاباری بوده که کمک بزرگی کردن برای آوردن استوانه کوروش به آمریکا، بعدم در شهرهای مختلف
افراد مختلف، بنیادهای مختلف برای به نمایش گذاشتن این استوانه به کمک اومدن. در واشنگتن بوده، میدونیم بنیاد در این استوانه کوروش در 4 شهر آمریکا بسیار تور موفقی داشت، یعنی موفق که باعث افتخاره که 400-500 هزار نفر آخرین آمار دادن از این استوانه در 4 موزه در 4 شهر دیدار کردن. قرار شد استوانه به پایتخت ایرانی ها بیاد، به لس آنجلس. پایتخت ایرانی ها در آمریکا دیگه، بله دیگه، لس آنجلس پایتخت ما ایرانی هاست که اینجا شما مهمان ما این دیگه. و به هر حال اینجا نیاز به کمک داشتن، بنیادهای مختلف باید برای این کار بزرگ با هم دیگه تلاش میکردن. بنیاد فرهنگ برای آوردن این استوانه به در موزه گتی ویلا قدم جلو گذاشت که خود اینا در این زمینه اطلاعات زیادی دادن. و بعد بنیاد خانوادگی سمنانی و بنیاد امید فور ایران بود که برای به نمایش گذاشتن این استوانه و برگزاری کنفرانسی که شما هم حضور داشتین در دانشگاه معتبر UCLA، کنفرانس سایرس دی گریت، کوروش بزرگ و اثر اون در تمدن و پیشرفت و فرهنگ جهان در طول این سالیان صحبت شد. دو روز کنفرانسی که دیشب به پایان رسید، از نقاط مختلف جهان سخنرانی از لهستان، از دانشگاه سوربن، دانشگاه لیون فرانسه و از مصر سخنرانان مختلفی بودند و به علاوه اساتید ایرانی شناخته شده ایرانی مثل دکتر دریایی، دکتر شایگان که در این زمینه، دکتر رحیم شایگان بله، که ایشون تخصص به خصوصی در زبانهای گذشته اوستایی و پهلوی داره، در این زمینه نوشته هایی داره و به هر صورت این جوان الان مسئول بنیاد مؤسسه ایران شناسی دانشگاه UCLA هستش. خب تا امروز آماری هست که میبخشید تا امروز آماری هستش که چقدر ایرانی ها دیدن کرده؟ نه، گتیب گفته در پایان این کار که دوم دسامبر این استوانه تا دوم دسامبر در گتی ویلا همه میتونن ببینن. خوشبختانه ورودی آزاده. موزه ها در چند تا ایالت مختلف همه جا مجانی نبوده. موزه ها قوانین خودشونو دارن و شاید هم اسپانسر کافی نداشتن. دلایلش من قطعا نمیدونم، در یکی دو ایالت باید ورودی میدادن. خوشبختانه در کالیفرنیا در گتی ویلا بازدید مجانیه، ولی فقط باید به دلایل امنیتی قبلا بلیط ها رو تو اینترنت رزرو بکنن که برن ببینن. بلیط ورودی رو براشون بسشون میذارن، با آیدی میگیرن و میرن بازدید میکنن. حتما آمار کلی رو گتی ویلا در دوم دسامبر خواهند داد که چقدر از این ایرانی آمریکایی بله بتب از این استوانه دیدن کرد. شما به هر حال میرفتید میومدید دیدید ناظر بودید. نسل جدید ایرانی که بیرون از ایران بزرگ شده در کالیفرنیا یا جاهای دیگه، شهرهای دیگه کالیفرنیا، آیا شاهد بودید که بیان برن تماشا کنن ببینن؟ بسیار. باور کنین آقای شالنگه، در درجه اول همیشه فرزندان ما رو سورپرایز میکنم. من دختر 21-22 ساله‌ای دارم، قصد داشتم ایشون رو در تعطیلات تنکسگیوینگ ببرم، ولی یه روزی درست دو هفته پیش گفت که من دد دارم میام خونه. ایشون کالجی دختر شما میگه بله. دد یا بابا دد میگه و در منزل زندگی نمیکنه، در دانشگاه. گفتم باشه بیا عزیزم. گفتم حتما این هفته میخوای بیای. گفت آره آخه من میخوام برم با دوستای آمریکایی رومیتام بلیط گرفتم برم استوانه کوروش رو ببینم. و واقعا باور نمیکنین در اون لحظه همه ماها یک چیزای شخصی هم داریم دیگه، به عنوان پدر احساس و غرور میکنی که اگر حالا نمیدونم چقدرش من مؤثر بودم، ولی چقدر این کار که این بچه های نسل جوان به هویت خودشون علاقمند شدن که برن راجب تاریخ میهنشون، فرهنگ میهنشون، هنر میهنشون بدونن. حتی رومیت های خودش رو داره میاره که رومیت ها با ما شب رو بمونن که فرداش برن اینه ببینن. و من این یک مثال زدم برای اینکه فرزند خودم بود. شاید من 8-9 تا از این تلفن‌ها فقط خودم به عنوان یه دور آدم داشتم، دیدم که همین نزدیکان و فرزندان و دوستان مشترکمون همه به من گفتن که ما داریم میریم. من اونجا فکر کردم که این کار موفق بوده. خب در حاشیه این ماجرا تا به تماشا گذاشتن استوانه کوروش، برای سخنانی، حرفی، حدیثی، اطلاعاتی که برای کسی که آشنا نیستن، آمریکایی‌ها، که ملت ایران، تاریخ ایران، ترکیبی است از اقوام مختلف. یعنی استوانه کوروش که اینجا در گتی به تماشا گذاشته شده، بله، این نماینده
اقوام مختلف ایرانی تشکیل دهنده، همونطور که در خود استوان هم بهش اشاره شده، در یوسیل هم گفته شد نماینده فرمان روایی که در اون زمان تمام اقوام ایرانی رو شامل می شده، آزادی مذاهب و بسیار که گفته شد در اونجا. در این زمینه نسبت به اول توضیح بدم که معرفی به جامعه آمریکایی بسیار تلاش شده، در رسانه ها اطلاع رسانی شده، مقاله هایی که خب بعضی از این مقالات آمریکا میدونه رسانه معتبر باید هزینه پرداخت کنین که مقالایی که میخوان چاپ بکنن اگر خبر روز نیست، ولی به هر حال تمام این کارها انجام شده و یکی از دلایل موفقیت همینه که اطلاع رسانی به نظر من بسیار خوب بوده، که ما دو هدف داشتیم، یکی آشنا کردن جامعه آمریکایی با تاریخ و هویت میهنمون و اثر ایران در تمدن جهانی، که ایران اینی نیست که در رسانه ها میبینند میخوانند و میشنوند و ایران دیگری هست. متاسفانه شما ببینین آمریکایی اگر سوال بکنین مثلا راجع به یونان خیلی بیشتر از ایران میدونن، اینکه یونان چه رولی در گسترش فرهنگ جهانی تمدن جهانی بازی کرده و نسبت به ایرانی ها واقعا این اطلاع رو ندارن. خب اگه از شما یک آمریکایی بپرسین این ایران دیگری که شما میگید، چون ایرانی که میبینه همین ایرانیست که الان داره، بله دیگه گذار. با جرثقیل به دار میکشن، شکنجه، زندان، و همه بینندگان ما بهتر از هر کسی میدونن اینو میبینه. از شما پرسید میبخشید این ایران دیگر کجاست؟ چه خواهید گفت؟ چه آدرسی دارید؟ ببینید ایران دیگه همین الان ببینید، شما چون اونجا حضور داشتیم میگم، این دانشگاه یوسیل شما سالن رو پکت دیدید با نسل جوان آمریکایی و ایرانی هم توش بود، ولی بسیار آمریکایی بودن در این دو روز، بچه های دانشجویان دانشگاه، و نشستن سخنرانی های بسیار سنگین، سخت، برای اینکه بعضی از این آکادمیک ها میدونین کارهای علمی که ارائه میدن واقعا آسون نیست، و من حیرت میکردم که این جوان ها نشستن و تکون نمیخورن برای اینکه میخوان دو بخش پرسش و پاسخ سوال بکنن، و شاید 10 تا سوال الان من ناظرش بودم، اینا فیلم برداری شد، امیدوارم شاید بخشش بتونه با ترجمه اینا در اختیار تلویزیون شما هم قرار بگیره، چون من فکر کنم اینا باید پخش شه، مردم باید اینا رو ببینن. سوال هایی که اینا را نسبت به ایران، راجع به ایران از این آکادمیکا میپرسیدن، البته اونا سوالات سیاسی رو به تب جواب نمیدادن، که ایران این نیست که شما امروز ببینین، همشون میگفتن ما خیلی تصویر بدی در این 30 سال از کشور ایران داریم، ولی اینی که شما میگین ایران یکی از 4-5 ستون بزرگ تاریخ تمدن بشری بوده، بوده رول بازی کرده، امروز ما تصویر بدی میبینیم، که اکثر این آدم ها میگفتن که یادتون نره ایران همیشه رول بازی کرده، هنوزم داره رول بازی میکنه، شما یک تصویر ظاهری سیاسی بد میبینین، ولی اگر مثل من، پروفسور لهستانی میگفت یادمه، که اگر مثل من به اون سرزمین سفر بکنی میبینین که پشت اون تصویر سیاسی که میبینین فرهنگی رو میبینین که بسیار غنیه، هنوزم داره رول بازی میکنه در پیشرفت تمدن جهان، گرچه متاسفانه اطلاع رسانی آگاهی در این زمینه کمه، ولی این فرهنگ ریشه های قوی داره و به این سادگی و 20-30 سال تاریخ، 30 سال نیست، تاریخ صدها ساله. کرد فرید عزیز، به ما بگیم وقتی تو صحبت میکنیم میگیم گنجینه معنوی ایران، این گنجینه در نظر خودت و به زبان خودت چه هست؟ میراثی است که در واقع به طور سینه به سینه منتقل میشه، یعنی در واقع میراث غیر منقول، شامل داستانها، موسیقی، مقامها، یا بسیاری از تکنیک ها و راز و رمز هایی که در بعضی آثار هنری بوده، و این رو مثلا حالا معماری رو ما میراث باستانی میدونیم، در واقع قابل لمس میدونیم، بله، و حالا میرود زیر مجموعه میراث فرهنگی، ولی تصور کنیم که اون رنگ فیروزه‌ای که در کاشیکاری ها یا در بناها استفاده میشد و حالا نمیدونیم فرمولش چی هست، اون رو استادان معمار این رو فقط به شاگرد مخصوص خودشون منتقل میکردن، اون وقت میشه بخشی از میراث شفاهی. آنچه که
به طور شفاهی و نسل در نسل استاد به شاگرد یا پدر به فرزند انتقال میداد و عموما هم خیلی از داستانهای ما، چکامه های ما، شعرهای ما به همین ترتیب منتقل شده. در یک جای دیگه حالا مثلا در مورد شاهنامه که شما صحبت کردید به این نتیجه رسیدند که باید اینها رو گردآوری بکنن چون داره از بین میره و به حق هم با هوشمندی فردوسی میاد قالب شعر رو انتخاب میکنه و قالب مثنوی رو انتخاب میکنه که حفظ کردنش به نظر میرسه آسونه و سختترین بحر، یعنی بحر متقارب و بالای 50,000 بیت آنچه که به ما رسیده و به همین ترتیب و واقعا هم و به حق شاهنامه هم سینه به سینه و نسل به نسل منتقل میشه، میرود زیر مجموعه میراث معنوی، در یونسکو هم ثبت شده در بخش میراث معنوی یونسکو که نقالی هم به همین ترتیب. یعنی در واقع این بخشی از میراث منقول هست، قابل نقل هست؟ آنچه که مربوط می شود به در واقع آنچه که شفاهی و اتفاقا غیر قابل لمس، غیر قابل نقل و انتقال، اون می شود میراث معنوی. قابل لمس نیست، گویش است یا موسیقی است یا کلام است یا خطابه است. این میرود زیر مجموعه میراث معنوی که یک بخش بزرگی هم در یونسکو در این زمینه باز شده. از کشورهای مختلف آنچه که دارن در زمینه میراث معنوی در این بخش آرشیو میکنن که از ایران هم گذشته از میراث فرهنگ، میراث باستانی ما یا بناها، یا در بخش میراث معنوی هم ما هنرهایی رو داریم، سنتهایی رو داریم که ثبت شده. نقالی هم حدود 3-4 سال پیش ثبت شد در یونسکو. خب در این میراث معنوی که اشاره کردی، میراث کهن ایران، بله، شاهنامه چه نقشی داره؟ آیا هست بالاتر از شاهنامه یا شاهنامه محوره در این میراث؟ نقشش چیه؟ شاهنامه که خب حالا در واقع پایه های اون از پیشتر، خیلی پیشتر گذاشته شده بود این داستان ها و این داستان های ملی باز پیش از فردوسی اینها رو چامه خانان و گوسانان میخوندن و آگاهی داشتن، مغان اینها رو آگاهی داشتند، ولی زمانی که این کتاب، این داستان ها و این گزارش ها تدوین میشه با تلاش فردوسی، با سرمایه شخصی خودش، برای که میدونیم سرمایه گذارهایی هم که آمدن که حمایتش بکنن به دلیل یا ناپدید میشن یا کشته میشن، و خود فردوسی است که با سرمایه شخصی به اصطلاح پروژه رو به پایان میرسونه و کتابی میشه که تمام اقوام ایران واقعا روش اتفاق نظر دارن، همه اقوام، کرد و بلوچ و مثل جشن نوروز، مثل جشن نوروز که همه روش اتفاق نظر دارند و جشنی است که همه برگزار میکنن. فکر میکنم تقریبا همه اقوام ایران جشن نوروز رو برگزار بکنن. اون چه که من تجربه کردم، در اقوام مختلف چرخیدم، در شهرهای مختلف رفتم، متوجه شدم که کتابی است که همه اقوام بر اون ارج میگذارن و براش احترام قائلن و تقریبا داستانهاشو میدونن، قصه خوناش، داستانهاشو میدونن. کردها اون رو اصلا به زبان کردی برگرداندن و رستم خوانی میکنن به زبان کردی. به من بگید از درون شاهنامه هنرهای مختلف پدید. بسیار تا اونجایی که بله. پیش از انقلاب جشن طوس اصلا تمرکزش راجب شاهنامه بود، هنرهای بله. و پژوهش‌های عظیمی که در اونجا عرضه شد، یکی از اون هنرها نقالی است. نقش نقالی در حفظ میراث معنوی ما چه بوده؟ بله، به قول شما هنرهای زیادی از دل شاهنامه آمد بیرون، از نگارگری ها، مینیاتور ها، نقش برجسته ها، دیوار نگاره ها و در واقع از کنارش تومارهایی که نوشته شد، از کنارش منظومه هایی که بر وزن شاهنامه نوشته شد، شخصیت های شاهنامه را ادامه دادن، مثل رستم نامه، سهراب نامه، سام نامه. و نقالی هنری بود مردمی، نمایشی بود مردمی که اینها در بین مردم بودن، در قهوه خانه ها،
که بعد هم پردخانی باب میشه، اینا هم که اصلا دیگه در سر کوی و گذر و چارسو بازار و حتی امامزاده ها و قبرستان ها میومدن پرده علم میکردن، پردخانی میکردن. شاهنامه خانی ها هم که بیشتر در مجالس، مجالس بزرگان، بزرگان این مجالس رو برپا میکرد. یعنی چه از دربار، چه مجلس بزرگان که مراسم شاهنامه خوانی برگزار میکردن، چه در قهوه خانه ها که مهمترین پاتوق مردم بوده و نقالی برگزار میکردن، چه این پرسه خانان که راه میافتادن شهر به شهر ده بده، و پرده خانان، اینها این داستان ها رو در بین مردم زنده نگه داشتن. واقعا شاهنامه رو فردوسی نوشت و به لطف شاهنامه خانان و نقالان زنده موند و جاری موند و همچنان هم در جریانه. و حیف که الان دیگه واقعا تعداد نقالان از اون نسل با اون سبک با اون مکتب دیگه تعداد انگشت شماری هم حتی نمونده. آقای منفردزاده عزیز، مهمان ما هستن، مهمان من و شما در برنامه سرزمین ما، برنامه ویژه تفسیر خبر. آقای منفردزاده، یکی مسائل یا یکی از خصوصیات، نه مسئله، فرهنگ سرچشمه، گفتیم که روحانیت رو در اختیار داشت، سینمای پیش از انقلاب رو بخش بزرگیش رو در اختیار داشت، که حتی فیلم های خلاف روال اون فیلم های زیر بازار چه ساخته می شد، حتی یک نوآوری، این فرهنگ با هر گونه نوآوری تقریبا مخالف بود، مورد حمله قرار می گیره و طرف نویسندگان، روزنامه نگاران معرف و مدافع چون این فرهنگ، مثل فیلم هشتمین روز هفته ساخته حسین رجاییان که مورد حمله قرار گرفت، و روانشاد غلام حسین ساعدی هم راجع به این فیلم کم تماشاگر مطلب بسیار تندی، روحانیت رو داشت و سینما رو داشت. اما روحانیت یه معرف این فرهنگ و فرهنگ سرچشمه در بردارنده مذهب شیعه است. چه ارتباط ارگانیکی داره این فرهنگ با اقلیت که من بعدم میاد گفتم بشه اینو اولین بار هم بنده مطرح کردم که نباید این اصطلاح رو به کار برد برای اقوام یا مذاهب، با اقوام سنی مذهب ایران این فرهنگ چه حقی داره که سرنوشت بقیه رو تعیین کنه که الان داره تعیین میکنه؟ آقای منفردزاده، بله، برای اینکه ما اگه بخوایم تغییر بدیم این فرهنگو، من خیال میکنم که همیشه در جدال سنت با تجدد، تجدد با سنت، در این جدال سنت پیروز میشه، مگر اینکه آزادی سیاسی بیقید و شرط برای همگان وجود داشته باشه که جامعه سنتی آگاه بشه، رأی بده به تجدد، و الله تجدد خواهی رؤیا میمونه و فقط در حرف. گفتم آقای روحانی یک مقدمه، یک پیشنهاد حقوق شهروندی کرده مفصل که به نظر من محافظه کارانه تر از قانون اساسیه، وارد اون نمیشیم. یک شرط ایشون یک دونه اعلام میکرد که باورش نیست، اگر باشه چنین جرأتی رو نداره، پاشو بیرون قانون اساسی نمیتونه بذاره. چی شد که دوباره یه نسل داره اشتباهی ما رو تکرار میکنه، امید میبنده به چیزی غیر ممکن؟ بنابراین یک اصل بگی آقا ما یک از حقوق شهروندی اینه که این شهروند مثل اروپا، مثل آمریکای جهانخوار و همه اینها میتونه، یعنی ما دفاع میکنیم از آزادی بی قید و شرط سیاسی همگان، همین یعنی تعطیل زندانهای سیاسی، سرکوب، تعطیل بازجویی، تعطیل شکنجه، تعطیل اعدام بلافصل. اینو کی خواستیم ما؟ وقتی نمیخوان که بهش نمیرسیم، خودش خوش نمیشه بیفته. این اول خواسته روشن فکری باید چون باید باز چه توسط تک تک آموزگاران من تو جامعه، و اون وقت تا این نباشه چجوری این فرهنگ سرچشمه میتونه عوض شه؟ من راه دیگه به عقلم نمیرسه. من خیال میکنم که سنت رو فعلا مورد بحث ما نیست، در بخش قبل صحبت چه کردیم، من میگم که ارتباط این فرهنگ رو شما با اقوام سنی مذهب ایران چطور میبینید؟ خب معلومه که پذیرا نبودن، مثلا در منطقه کردستان این فرهنگ آنچنان نفوذی نداشت.
خب یعنی خب درسته ببینید پس چه جوریه که نمیتونه کاری بکنه. مناطق زیادی هستن، بلوچستان همینجوره، حتی آذربایجان، همه جور، آدم تو خود تهران، حالا به قول فارس میگن، ببینید چه جوری ناراضی هستن، نمیدونیم چقدر، چه تعداد، چی میخوان. اصلا این پیوندی نیست میان مردم. کما اینکه وقتی که اون جنبش سبز را افتاد، کردستان شرکت نکردن در این اعتراض. چرا؟ سهمی از، یعنی شعاری از خودشون، مطلوب خودشون دست کم ندیدن، یعنی گور نگرفت، عمومیت پیدا نکرد. این معلوم نیست چه مقدار امروز این حکومت یکی از تبلیغات سویی که نتیجه دوام حکومت رو باعث میشه اینه که هی میگن آقا این حکومت به ضعیف‌ترین نقطه‌اش رسید، دیگه چیزی نمونده دیگه، پس خواهم صاحب کنم میفته خودش. هم چیزی نیست، اتفاقا در قدرت، اتفاقا توسط سرمایه‌داری غرب حمایت داره میشه، دیگه دم خروس نیست، همه چیز زده بیرون. بنابراین همینطور که گفتید سنی ناراضیه، ولی چه میتونه بکنه تا بپیونده به اینکه آقا هم سنی حرف بزنه آزاد بشه؟ همون یکی از نکاتی که این فرهنگ ساخته اینی که ایران رو به دو قسمت تقسیم کرده، تهران و شهرستان ها. یعنی کلمه شهرستانی در فرهنگ تهرانی نه اینجور نیست. سرچشمه چه کلمه بعدی دو قسمت نکرده. یعنی حتی یک نفر از اقوام ایرانی نمیتونست با لباس محلی الانش هم نمیتونه شاید. چرا؟ الان اونها ظاهر بشه مورد تمسخر قرار میگیره. اتفاقا هویت، من میخوام اینو بگم، بیرون شهری یعنی شهرک ها و روستاهای ایران بیشتر دست نخورده موند، اما فرهنگ اسلامی در شهرهای بزرگ زودتر جلوه کرد، حتی خیلی تغییرات بماند. نمیتونیم بگیم نصف کرده، اما میشه گفت در تمام جغرافیای ایران نصفی از مردم هوادار شیرند یا هوادار این حاکمیتن یا اصلا قبول دارن. بله این به این معنا دو قسمت، ولی نه به معنای جغرافیایی. بنابراین در حتی کردستان هم عده زینف هستن، حتی ادای جانبداری در میان، چون منافعی دارن، سود میبرن. قدرت یعنی پول، ثروت، ثروت یعنی قدرت. و آقای بابک زنجانی و بسیارانی، ببینید چرا یه جوان باید بگذره از منافعش؟ خب چرا باید بگذره؟ کی باید به این بگید که من؟ البته فامیلشون زنجانی هست، فکر میکنم اهل زنجان هستن، سرچشمه احتمالا نیست، ولی فرهنگ سرچشمه است. قربانت برم، همه حرف همینه. شما پوینت آخر رو درست به درستی گفتید، این فرهنگ سرچشمه غالبه و هر کسی به قدرت برسه از مجموعه امکاناتش استفاده میکنه و معنی سوء استفاده میتونه من شما روش بزنید. درسته این حاکمیت بعدی اگر مردم در مجموعه منفذ این فرهنگ رو که حالا در واقعش برنامه‌ای دیگه سو... شما سازنده میدونید برای ایران یا خیر بازدارنده میدونید؟ بازدارنده من برای پیشرفت. خیر کوتاه بفرمایید منفذ. کوتاه اینه، هیچ فرهنگ مجموعه است، به هر شکلی تغییر کنه، هیچ وقت تا همه مردم آحاد اون کشور هر سرزمینی دخالت نتونن بکنن، نقد نتونن بکنن، نمیتونه سازنده باشه. یعنی میشه یک استبدادی دیکتاتوری شکلش شده. دارید مضر میدونید. هر فرهنگی، نمیگم این فرهنگ، مسیحیت هم بیاد همین کارو میکنه، تجربه بود. نه ببینید، ما داریم راجع به یه فرهنگ به خصوص در این جغرافیای به خصوص صحبت میکنیم. اون چیزی که فرهنگ سرچشمه ما اسمشو گذاشتیم و آقای محمد علی رجایی صحبت کرد آمده که حاکم بشه، این فرهنگو برای یک جغرافیای معینی به اسم ایران شما سازنده میدونید یا معتقدید به گفته خودتون نقد باید بشه، عوض بشه، تغییر کنه، چی بشه؟ خب نتیجهشو داریم میبینیم. فکر نمیکنم هیچ آدم دور از جون میخوام تو این نباشه عاقلی بیاد موافقت کنه با تداوم این روش که تکیگاهش تکیگاه فرهنگی، به همین دلیل موجهه، به همین دلیل مردم هنوز تن میدن به این اتفاق. من خیال میکنم با تغییر کنه، ولی تغییری که ریشه‌ای باشه، نه اینکه این بره علی بره جعفر بیاد و همین کارو تکرار کنه، چون جعفر آدم خوبیه برای اسقاط. من زیادی دیگه نمیگم. به پایان این برنامه ویژه سرزمین ما میرسیم. مایل بودم در همینجا سپاسگزاری کنم از همه همکاران عزیزم که در سال گذشته زحمات بسیاری رو متحمل شدن تا برنامه سرزمین ما تدارک دیده بشه به خانه های شما، بر صفحه تلویزیون شما ظاهر بشه. تینای عزیز تهیه کننده برنامه، علی گرامی کارگردان فنی برنامه،
آقای رامین عزیز مدیر فنی برنامه، رضای عزیز مسئول دوربین و بقیه همکاران گرامی در استودیوی ایران فردا لندن. با سپاس از همه اونها که با من و شما همراه بودن و تدارک و تهیه و پخش این برنامه مدیون همکاری عزیزان ماست و با امید به فردای بهتر و سالی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، کوهساران تفتان، دنا، آسماری، الوند، سهند و سبلان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.